این آن گای سالتو چطوره دوستان عزیزم؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل زیرو مید و امیر زیرو هستم و اومدیم با یه ویدیو جدید از شو اسمکدان یونیورسال مود. حتما بچه این ویدیو رو تا نگاه کنید، اگه دوست داشتین لایک کنید و در ضمن یادتون نره اگه تا الان عضو چنل یوتیوب من نشدین حتما همین الان چنل رو ساب بکنین و از این چنل حمایت بکنین. خب بی معطلی بریم سراغ شروع ویدیو، لتس گو. برو بریم. خب میریم که شروع کنیم شو اسمکدان این هفته رو. و خب مثل اینکه همین اول شوی ناکامورا قهرمان کارمند WWE، مثل اینکه صحبتایی داره با هواداران، ببینیم چه رد و بدلی میشه بین این دو تن. خب خودتون که دیدین من تونستم بارها حریفامو شکست بدم و تا به الان هیچکی نتونسته پس من بر بیاد. امشب اومدم که یه اوپن چالنجی همچین بگین اگه اعلام بکنم و بی مقدمه اومدم که حرفمو بهتون بزنم و ببینم که امشب چه کسی حاضر میشه که بیاد اینجا تو شو اسمکدان و مقابل من بر سر کارمند WWE قرار رو بگیره. منطقا دیگه کسایی مثل رندی اورتون، ای جی سایل، جیندر مال دیگه قطعا وجود ندارن که بیان توی رینگ و مقابل من قرار بگیرن. چرا؟ چون که هر کدومشون رو به مراتب بارها و بارها شکست دادم و قطعا دیگه براشون هیچ روی باقی نمیمونه که بیان اینجا جلوی هواداران دو مرتبه از من ببازن و فرصت قهرمانی رو از دست بدن. پس من دلم میخواد یه کس جدید رو ببینم. خب تم ورود مصطفی علی به صدا در میاد و بله، مثل اینکه حریف بعدی ناکامورا امشب در شو اسمکدان کسی نیست جز The Disruptor مصطفی علی، رهبر تیم Retribution. و ببینیم که مصطفی علی امشب چه کار میکنه در مقابل شینسکی ناکامورا. خب حالتی که الان دارم از صورتت میبینم منطقا نباید از دیدن من تعجب کنی. چرا؟ چون که گفتی دنبال یه فرد جدید هستی برای چلنجر بودن واسه کارمند WWE. خب الان منم اینجام و اینم بدون که امشب نوبت منه که یه خودی نشون بدم. حرفتو قبول دارم، من دنبال یه چلنجر جدیدم، ولی گفتم شاید مثلا یه کسی بیاد که هم قد خودم، هم وزن خودم، کلن هم سطح خودم باشه، ولی از این انتظار نداشتم که تو رو اینجا ببینم. چرا؟ چون از هیچ نظری تو به من نمیخوری و قهرمان کارمند WWE الان روبروت هستش، پس بنابراین کم کسی جلوت نیست، پس به نظر من برو و به کار دیگه برس. تو کسی هستی، منم کسی هستم، آدم ها در سخت در این شرایط همیشه خدا برای خودشون کسی میشن. تو چقدر تلاش کردی تا تونستی کسی بشی؟ خب امشبم نوبت منه تا اون کمربند دور کمر من بسته بشه. و در ضمن اینم بدون که بعد از اینکه شکستت دادم امشب یه گوشمالی حسابی از طرف تیمم میبینی. میدونی چیه؟ تلاشت کاملا قابل تحسینه برام، ولی اینو بدون خیلی هم دلم میخواد اتفاقا چلنجتو قبول کنم، ولی خب
تو منطقا هیچ شانسی در مقابل من نداری. پس بنابراین اینو بدون که من نه اینجا درخواستت رو رد میکنم و نه بهش جواب مثبت میدم. پس ازت میخوام که تا شب صبر بکنی تا مین ایونت شو و اون موقع شاید یه فکری به حالت کردم. پس تو هم اینو بدون که از همین لحظه تا هر وقت که بخوای وقت داری به پیشنهادم فکر کنی. خب دوستان، این بودش از صحبته بسیار بسیار تاثیرگذار مصطفی علی در اولش. رو میریم سراغ اولین مسابقه شو اسمکدان این هفته، مسابقه بین 4 عضو تیم اسمکدان قبل از سروایور سریز، یعنی ساموجو، ای جی سالز، دمیز و آپولو کروز، و ببینیم که این مسابقه نتیجه‌اش چه میشه. Here comes a man who is capable of anything and everything inside that ring, AJ Styles. Yeah, anytime AJ Styles makes his way to the ring, you can bet you're going to see things you have never seen before. I got to say, guys, he doesn't appear to be in the mood here tonight. He's not the only one, Cole. I got to say, I'm not really in the mood to be sitting next to you two. But hey, we do what we have to do.
خب میریم که شروع کنیم مسابقه رو بین آپولو کروز، ساموا جو، ای جی استایلز و دیمیز. خب همین اول کاری یا خدایی حرکت شخمی از آپولو کروز بر روی دیمیز. حال ببینیم در ادامه کار چه میکنن تیم اسمکدان در این مسابقه. و خب اینجا حالا یه بک دراپ سوپلکس سنگین از آپولو کروز بر روی دیمیز، ببینیم حالا ادامه کار چیکار میکنه اینجا آپولو. و خب اینجا حالا یه فر ریزی میده دیمیز رو، ببینیم چیکار میکنه. و خب یه ضربه بکل بو از دیمیز خودشو پس میزنه. خب اینجا حالا با هم دیگه سرشاب میشن، اینجا میپیچونه آپولو رو و خب بله جاهاشون اینجا عوض میشه آپولو دیمیز. و خب اینجا حالا نقش زمین میکنه دیمیز رو آپولو کروز. حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا. و خب یارش ویپ از دیمیز بر روی آپولو. این حالا یه بک دراپ سوپلکس، یعنی بک بادی دراپ. بابا باسم جان اینا رو همه رو بزن توی ادیت. به حضرت عباس آبروم جوره سابسکرایبرام رفت زیرو فهم، شما شاهد بشین اگه من آبروم رفت مقصرش این بشره باسم چی سله. آره خب حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه. یه ضربه میزنه اینجا تو سر کچله آپولو کروز. ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا دیمیز یارش ویپ. و خب حال ببینیم اینجا چه غلطی میکنه. یا خدا میزنه اینجا تو خط حرکات شخمی. حال ببینیم اینجا چه میکنه، آرم درگ از روی تاپ رو بر روی آپولو کروز. خب حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا دی آسوم وان دیمیز در برای چی گفتم بابا و حضرت عباس آخه این لقب تو میذاری رو خودت انا آقا. خب اینجا یه سوپلکس سوپلکس چیه بابا سامویان دراپ. بابا باسم جان اینا رو همه رو بزن دیگه. عجب خری آب از رد عباس. آقا من از تمام زیرو فمی هم اصخایی میکنم این آقای باسم چی سله نمیدونم سر کرده ما رو، جادو کرده ما رو، سم کرده ما رو، چی کرده همش من تپ و تپ سوتی میدم. حال ببینیم اینجا چه میکنه دیمیز با آپولو. خب یه آرش فیپ به سمت گوشنی. حال ببینیم در ادامه چه میشه. خب اینجا یه ضربه بکل بو اینجا حالا میزنه تو خط سوپلکس. یا خدا. خب میریم که یک ساعت و نیم بعد که آقای دیمیز با فرودی به قول یار گفتنی موفقیت آمیز میاد رو زمین. حالا خودتون بهش برید دیگه. 3 2 2 1 و فاتحه بفرما. تموم شد کار. انصافا دارین چقدر دقیق براتون میشمارم. خب حال ببینیم در ادامه کار چیکار میکنه. یه ضربه استام میزنه به دست دیمیز. خب حال ببینیم اینجا چه میکنه دو مرتبه آپولو کروز. خب میگیره اینجا کله بینوای دیمیز رو میبره سمت ساماجو. و خب محکم کومودش اینجا به گوشرین. خب اینجا حالا با هم دیگه جابجا میشم ببینیم چیکار میکنه. و بله تگ با ساماجو اینجا انجام میشه وارد ریم میشه. حالا ساماجو ببینیم اینجا چه میکنه. حالا دیمیز یا خود بالا میکنه ساماجو رو، یه پاورمان به شخمی میزنه اینجا بر روی ساماجو با اون هیکل به چخ رفت قشنگ. حالا ببینیم در ادامه کار چیکار میکنه اینجا دیمیز با ساماجو دوباره اینجا بلندش میکنه. یه ضربه کیک و خب میره اینجا برای زدن نک بریکر بر روی ساماجو. اینم یه نک بریکر از دیمیز. بله موموتو بازی کلا دیگه میفته دست ای جی استایلز و دیمیز. خب حالا ببینیم اینجا ساماجو خیلی کیک خورون بلند میشه ببینیم چه میکنه. یه ضربه پانچ از دیمیز ببینیم اینجا حالا چه میکنه. خب میذارتش بر روی میدل روپ حالا ساماجو رو دیمیز. و خب یه حرکت شخمی اینجا از دیمیز بر روی ساماجو. خب برمیگرده دو مرتبه بریم ببینیم در ادامه کار چه میکنه با ساب میشه مشین ساماجو. خب میگیره یه کله بینمای ساماجو رو. حال ببینیم اینجا چه میکنه دیمیز با ساماجو. و بله با ضربات بکل بسعی میکنه اینجا خودشو دور کنه از دیمیز. بله این کارم انجام میده حالا ساماجو. ببینیم اینجا چه میکنه. خب یارش فیپ از ساماجو به سمت گوشه رینگ و تگ با آپولو کروز اینجا انجام میشه. خب حال ببینیم اینجا چیکار میکنه دقیقاً ساماجو. خب بلند میکنه حالا دیمیز رو میره بیزنه برای ماسل باستر. خب ماسل باستر از ساماجو. یا خود ببینیم اینجا آپولو چه میکنه. و خب دایوینگ بوت استام از آپولو کروز بر روی دیمیز. قشنگ با هم دیگه دوتایی به چخ دادن اینجا دیمیز رو. این حالا یه دراپ کیک از آپولو کروز بر روی دیمیز. خب دو مرتبه عجاقمون خیلی شخمی میخواد بلند میکنه میره اینجا تو خط سوپلکس موپلکس و این حرفا. اینم سوپلکس دوباره از آپولو کروز بر روی دیمیز. خب حالا اینجا میکشدش به سمت وسطای رینگ. حالا دیمیز رو آپولو کروز میزنه اینجا تو خط کاور. 1 و نه تسلیم نمیباشن اینجا دی آسوم وان دیمیز. بیا میبینی انصافا که لقبش هم خیلی سمه اینو میگم اصلا یه جور خاصی میشم. خب اینجا یه دراپ کیک میذاره تو سر آپولو کروز. ببینیم اینجا حالا چیکار میکنه دیمیز. و بله اولین تگ با دی فنامینال وان میستر مانین دی بنگ ای جی سایز هم انجام میشه وارد رینگ میشه. و خب بله همین عدد اثرگاری میشه کتک خوره آپولو کروز. و خب بله میزنه اینجا تو خط جرمن سوپلکس های پشت سر هم آپولو کروز. دومین جرمن سوپلکس از کروز بر روی ای جی استایلز. و بله اینم سومیش. بله قشنگ هنوز نیومده به چخ داد حالا ای جی استایلز. و خب تگ با ساماجو انجام میشه. و بله دشمنان خونین سابق اینجا در مقابل هم دیگه قرار میگیرن حالا ساماجو و ای جی استایلز. خب اجازه نمیده که بلند بشه یه لحظه ای جی استایلز. خب حالا ببینیم اینجا چه میکنه. خب یه دبل چاپ میذاره اینجا روی ای جی استایلز. اینم حالا ضربه پانچ از ای جی استایلز. خب سرشا میشه اینجا با هم دیگه و هول میده اینجا حالا ای جی رو. خب ببینیم حالا در ادامه کار چه میکنه اینجا ساماجو. خب میزنه اینجا دوباره تو خط سوپلکس و یه اسنپ سوپلکس هم اینجا نساره
AJ سایلز بدبخت میکنه حالا ساماجو، خب میکشه نتیجه اینجا به وسط رینگ، خب میزنه اینجا تو خط کاور، کاور میکنه یک نخیبه یکم نرسید اینجا کیکات میکنه حالا AJ سایلز. ببینید در ادامه کار چه میکنه اینجا و خب بلند میکنه حالا ساماجو رو یا اول فاز و خب بله یه بوردین کمر برعکس میزنه اینجا بر روی ساماجو حالا AJ سایلز. حالا ببینیم اینجا در ادامه کار چه میکنه و خب اینجا میگیرتش یه ضربه پانچ به کمر AJ سایلز، اینجا حالا ضربه بوتر جاغالی میده و یک لوزلاین اینجا پشت حالا از AJ سایلز به ساماجو و خب این بار حالا تگ انجام میشه با آپولو کروز وارد نمیشه حالا آپولو و خب اوف دادم جان با یک کیک میره اینجا تو دماغ AJ سایلز حالا آپولو کروز. خب برمیگردیم سراغ ادامه مسابقه، بله همچنان مومنتوم بازی دست آپولو کروز. خب جالی یه ضربه کیک از AJ سایلز بر روی آپولو کروز، ضربه بکل بود دوباره یه ضربه کیکشو میگیره یک لوز لاین از AJ سایلز. خب بله بفرما، میگم همین تا اسم مومنتوم میاد اینجا یهو جابجا میشه بین کشتیگیران. خب حالا ببینیم اینجا چه میکنه AJ سایلز، میزنه تو خط سابشن کلف برشر AJ سایلز بر روی آپولو کروز و اما نه خب ساماجو دخالت میکنه اینجا و اجازه نمیده که کار تموم بشه به نفع AJ سایلز و دمیز. خب اینجا میگیره کله هجاقامونو میبره تو سمت حالا دمیز، اینجا میپوهدش به گوشه رینگ و خب تگ با دمیز هم اینجا انجام میشه. ببینیم حالا در ادامه کار چه میکنه اینجا دبل آرش بی و دو کشتیگیر، اینم حالا دبل بک بادی دراپ از AJ سایلز و دمیز. خب حالا اینجا کاور میکنه آپولو کروز رو یک دو و نه خیر بازم دخالت ساماجو و اینجا اجازه نمیده که کار رو تموم بکنه اینجا دمیز. خب حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا دمیز با آپولو یه راهشو لکس ویپ هم اینجا میزنه به هجاقامون. حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا ده آسون وان دمیز وی اصلا میگم اسمش میاد من حالم بد میشه سر زبونم هم که مدام میچرخه اینجوری میشه. خب حالا اری میلازه بیرون اینجا آپولو کروزره و خب بلند میشه اینجا حالا آپولو کروز. ببینیم در ادامه کار چه بلایی سر میز میاره. خب ضربه بکل بو ضربه کیک اینجا بدل و بله این حالا یه دراگن اسکرو از دمیز بر روی آپولو کروز. خب حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنن. خب اینجا میزنه تو خط سابشه یا خدا میزنه تو خط فیگور فور لگ لاک بر روی آپولو کروز و اما نه رو برگ میشه. چرا؟ چون تو حلق تناب بود دیگه قشنگ اینجا آپولو تعجب خاصی هم نداره که رو برگ بشه. خب اینجا میزنه تو خط کاور حالا دمیز یک دو و نه کیکات از آپولو کروز، اجازه نمیده که کار تمام بشه به نفع تیم دمیز و AJ سایلز و یا خدا داداش چه گوی خوردی چه گوی خوردی وجدانن. خب ببینیم حالا اینجا چیکار میکنه دمیز و حالا اسکول فراشین فینالی بر روی آپولو کروز. خب حالا اینجا میزنه تو خط کاور یک دو و سه، بله کار تموم میشه به نفع تیم دمیز و AJ سایلز. بله اینم از آخرین مسابقه به قولی رو گفتنی رقیبی بین تیم اسمکدان در شو اسمکدان این هفته قبل از سروایور سریز. خب میریم سراغ دومین مسابقه یونیورسال مود اسمکدان این هفته و هولی گاد، بله قهرمانان تگ تیم شو را امشب در اسمکدان حضور دارن، بله گراند متالیک و لینسی دورادو تیم لوچا هاوس پارتی و اینطوری که ظاهرا انتظار میره امشب در مقابل رقیبانشون در اسمکدان یعنی تیم لوچا دراگنز قهرمانان تگ تیم اسمکدان قرار میگیرن. Guys, how do you think the champ looks heading into this match? He looks a little relaxed to me. Maybe it's because the title's not on the line here. I don't know.
Either way, I can tell you once the bell rings, he better be ready to go. And his opponent, accompanied by Kalisto, representing the Lucha Dragons from Mexico City, Mexico, weighing in at 198 pounds, one half of the SmackDown Tag Team Champions, Sincara. You gotta love the Lucha Dragons. They bring the fun and the fire. And they have stupid chants and gestures, but Sincara and Kalisto can get it done in the ring. خب میریم که شروع کنیم مسابقه رو بین سینکارا و گراند متالیک از شو را و اسمکدان. قهرمانان تک تیم را و اسمکدان اینجوری بگم بهتره. خب اینجا با هم دیگه حالا سرشار میشه سینکارا و گراند متالیک و خب اینجا حالا یارش بیف از متالی بر روی سینکارا. خب ببینیم حالا اینجا چیکار میکنه بر روی سینکارا و یا خدا یه دیدیتی اینجا نثار سینکارا بدبخت میکنه حالا گراند متالیک. ببینیم حالا در ادامه کار چه میکنه این لوچادور در مقابل یه لوچادور دیگه. کلا الان این مچ تبدیل شده به مچ لوچادورا توی سی ام ال ال چیزی. خب حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه حالا سینکارا با گراند متالیک. اینجا حالا پرتش میکنه اون طرف و خب با پاهاش اینجا قفل میکنه کلهشو و بله هوریکن رانا سنگین است. سینکارا بر روی گراند متالیک دوباره اینجا بلندش میکنه. خب حالا ببینیم اینجا چیکار میکنه با متالیک. سینکارا باترفلای بک بریکر از سینکارا لوچادور. باید دید که رقابت اصلی این دو تیم در سروایور سریز چجوری خواهد شد. حالا البته تا قبلش که قرار بود متالیکو با دورادو در مقابل تیم هاردی بویز قرار بگیرن که دقیقه 90 خودتون دیدین دیگه سینکارا و کالیستو بردن کمربندا رو و این شانس به اونا واگذار شد دیگه. خودتون دیدین دیگه احتمالا میدونین. خب حالا ببینیم اینجا در ادامه کار چه میکنه. خب ضربات کیک پشت سر هم اینجا به لنگ گراند متالیک. خب نقش بر زمینش میکنه بدبخت و ماه تهش اومد زمین. البته بگم این ماه ته که گفتم منظور من تهشه، یه موقع اشتباه برداشت نکنید. خب بلند میکنه اینجا متالیک رو و ریورس دیدیتی حالا از متالیک. نخیر در زدن حرکت رید متاسفانه اینجا سینکارا. حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا گراند متالیک با سینکارا. خب اینجا یه زومینگ مریض از متالیک و خب استپاوینزیگیری تو مخ سینکارا میذاره اینجا گراند متالیک. خب بلندش میکنه دو مرتبه اینجا و اوه دادم جانا یه سوپرکیک اینجا نثار سینکارا حالا میکنه گراند متالیک. ببینیم در ادامه کار چه میکنه و خب ضربه پنج از سینکارا و اینم دراپ کیک و خب اینجا حالا میدو به سمت گراند متالیک. سینکارا ببینیم در ادامه کار چه میکنه. خب میره اینجا تو فاز کاور یک نخیر کیکات از لوچادور سفید و طلایی. وجدانم به ترکیب رنگشون یه دقت بکنی، سفید طلایی مشکی طلایی خیلی انصافا چیز خفنیه، واقعا خرم هستش تا حدی دقت کردین دیگه. خب ببینیم اینجا چه میکنه گراند متالیک و خب سابمیشن متالیک کلاچ از گراند متالیک بر روی سینکارا. ببینیم آیا تسلیم میکنه سینکارا رو اینجا یا نه. خب فشار بیشتر میکنه حالا متالیک و خب داره اینجا زور میزنه خودش رو خلاص میکنه سینکارا و ضربه بکل بو اینجا بله خودش رو خلاص میکنه دسته متالیک. سینکارا حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا با سینکارا متالیک. البته منظورم جابجا بود دیگه، حالا اشتباه گفتم. خب اینجا ببینیم چه میکنه سینکارا. ضربات پانچ پشت سرم تو بوشهرین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 و تمام. بله خب حال میکنیم وجدانا 10 تا ضربه است 20 تا ضربه براتون کشش دادم. خب ضربه کیک بدل و خب یه ضربه میذاره اینجا دماغ متالیک. خب حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا سینکارا با گراند متالیک. استپامینزیگیری از سینکارا بر روی گران متالی. خب دو مرتبه عجقمون اینجا بلند میکنه. ببینیم در ادامه کار چه میکنه. یه ضربه کیک، اینم حالا یه فر بر روی دست متالی. خب اینجا حرکت میکنه به سمت هوشری. ببینیم چه میکنه اینجا سینکارا. آرم درگ سنگین از سینکارا بر روی گران متالی. خب از رینگ هم اینجا میره بیرون و باسم جان اینجا نیازی ببینیم برو جلو و خب بله میریم سراغ ادامه مسابقه. ببینیم اینجا حالا چه اتفاقی میافتد. باز هم اینجا حالا یه دراپ کیک از سینکارا بر روی گراند متالی. تا اینجا کار مومنتوم بازی بیشتر دست سینکارا بوده و باید آیا دید در سروایور سریز همینجوری تیم لوچا دراگنز عمل میکنن مقابل لوچا هاوس پارتی یا نه. خب یه دراپ کیک گذاشت تو سینه گراند متالی. حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا سینکارا با متالیک و خب اینم حالا یه هوریکنرانه چرخکی دیگه حالا از سینکارا. خب میزنه اینجا تو خط کاور یک نخیر تسلیم نمیباشد اینجا گراند متالیک قهرمان تک تیم شو را در مقابل قهرمان تک تیم شو اسمکدان. و خب اینجا حالا یارش بیبست متالیک و خب بازم دوباره اینجا تکرار حرکت از متالیک بر روی سینکارا. خب حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا
گراند متالیک با سینکارا ضربه پانچ و ببینیم در ادامه کار چه میکنه. و خب نه، این دفعه دیگه سوپر کیکشو نتونست بزنه، به کادون زد دیمون. و حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه. یارش فیلپ دوباره از سینکارا به سمت گوشه رینگ و روی گراند متالیک. خب اینجا حالا فرش میده سکسی واسه همه حرف زدنات، مرسی داداش. شرمنده عذرخواهی میکنم یه لحظه، تا فاز کپی رایت نرفتیم ما بس کنیم دیگه، یه لحظه فاز نولمون قاطی شد شرمنده. خب حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه. اینجا گران متالیک و بازم ساب میشنه متالیک کلاچ از گران متالیک بر روی سین کارا. خب این دفعه دیگه وجدانن تسلیمش کن دیگه، خیلی زور داره با این ساب میشه نتونی یکی رو تسلیم بکنی. و خب نه خیر، بازم دوباره اینجا خودش خلاص میکنه سین کارا دست گران متالیک. خب با ضربه بکل بودورش میکنه اینجا متالیک رو. و ببینیم اینجا حالا چه میکنه سین کارا. ساموان دراپ سنگین از سین کارا بر روی گران متالیک کشوندش حالا به وسط رینگ. ببینیم حالا در ادامه کار چه میکنه. اینجا کاور یک دو و سه، بله کار تموم میشه به نفع سین کارا در این مسابقه. بله هنوز مسابقهشون در سروایور سریز شروع نشده، سین کارا برنده مسابقه میشه و یه امتیاز به نفع لوچا دراگنز میشه گفت، یه جوری حساب میشه. و خب بله روبروی هم دیگه اینجا قرار میگیرن دو لوچا دور. ببینیم در ادامه کار چه میکنن. و خب اینجا حالا سین کارا ازش میخواد باش دست بده و این کارم میکنه حالا گران متالیک. بله اینم پایان خوش این مسابقه در این شو. خب دوستان میریم سراغ مسابقه بعدی، مسابقه بین آندراده و ال ماگو جونیور در اسمکدان این هفته، بعد از یه تقریبا میشه گفت نیمچه فیود طولانی بین آندراده و آپولو کروز. ببینیم امشب در اولی مسابقهش بدون البته آپولو کروز چه میکنه آندراده. The skill set, he's got the IQ to back it up each and every night inside the ring. And his opponent from Mexico City, Mexico, weighing in at 185 pounds, El Macho Junior. If this one lives up to the hype, Byron, we're in for an amazing match here tonight. There's no reason to think this one won't live up to the hype, Michael. We're looking at some of the most intense competitors in all of WWE. Side.
خب بریم که شروع کنیم مسابقه رو بین آندراده و الماگو جونیور. خب ببینیم حالا الماگو بعد مدت‌ها یه حریف قدر بهش افتاده چیکار می‌کنه امشب در شو اسمک. خب با هم دیگه اینجا حالا سرشام میشن، دو کشگیر پشت میگیره حالا الماگو رو، آندراده ببینیم چه می‌کنه. و خب اینجا حالا یه هدلاک از الماگو جونیور بر روی آندراده. خب حالا اینجا ببینیم چه می‌کنه، یه ضربه نی می‌کنه تو کمر آندراده ددم وای هی قشنگ خود اینجا نشون میده. خب حالا اینجا یه فرریز میده آندراده رو الماگو جونیور. خب اینجا حالا میپیچونتش میره به سمت پشتش. حالا ببینیم اینجا چه می‌کنن و بله دوباره اینجا جابجا میشه بین الماگو و آندراده. حال ببینیم در ادامه کار چیکار میکنه. و خب اینجا حالا میزنه تو خط ساب میشه فوجیوارا آرمبار از الماگو جونیور بر روی آندراده. و خب نه خودش خلاص میکنه اینجا آندراده. و خب او مای گاد یه حرکت شخمی میزنه اینجا بر روی دست الماگو جونیور. آندراده ببینیم حالا در ادامه کار چیکار میکنه. بازم اینجا با هم دیگه سرشام میشن، هول میده حالا آندراده رو. و خب یه ضربه پانچ از آندراده بر روی الماگو جونیور. خب جالی یه ضربه نی به صورت الماگو میزنه و خب اوه یه ضربه چاپ میزنه به سینه هجاقمون قشنگ سوخت. خب حال ببینیم اینجا چه میکنه، یه ضربه کیک اینا والا رانت هاوس کیک از الماگو جونیور. اولی حرکت شخمی این مسابقه اینجا خورده میشه از الماگو جونیور بر روی آندراده. خب حالا ببینیم چه میکنه. خب اینا والا جامپینگ دبل فوت استام از الماگو جونیور بر روی آندراده. خب حالا ببینیم چه میکنه اینا. بله یه ضربه رانت هاوس کیک البته نخورد متاسفانه. خب حالا ضربات فورار به پشت سرم از آندراده بر روی الماگو. و خب نموفق نشد دیگه حرکتی بزنه. اینم حالا هوریکن رانا از الماگو جونیور بر روی آندراده. ببینیم چه میکنه و خب با دراپ کیک اینجا میره تو حلق الماگو. و ببینیم حالا اینجا چه میکنه آندراده، با ضربه پانچ میفته به جون الماگو جونیور. خب ببینیم چه میکنه، یه ضربه کیک هم اینجا نثارش میکنه در نهایت. خب حالا ببینیم اینجا چه میکنه آندراده با الماگو جونیور. و خب ریورس دیدیتی از الماگو جونیور بر روی آندراده. یا خدا واسم جان برو جلو برو جلو برو جلو. خب برمیگردم به رینگ هر دو کشگی ببینیم در ادامه کار چه میکنه. اینجا آندراده خب ضربات فورارم پشت سرم به الماگو میزنه ببینیم چیکار میکنه. و بله بازم اینجا ضربات فورارم پشت سرم میزنه به الماگو جونیور. و خب ضربه بکی که سنگین از آندراده بر روی الماگو جونیور. خب ببینیم حالا در ادامه کار چه میکنه، بازم ضربه فورارم میگیره اینجا کله الماگو رو. خب اینم ضربه نی ببینیم چیکار میکنه در ادامه کار آندراده. و خب بازم ضربات فورارم یعنی چوخید، یعنی قشنگ مادر مرده رو با این حرکاتش. خب حالا ببینیم اینجا چه میکنه الماگو جونیور، یه هوریکن رانه سنگین میزنه بر روی آندراده. خب باز از رینگ لف میده به سمت بیرون حالا آندراده. ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا الماگو جونیور با آندراده. خب فعلا منتظر بنده خدا ببینیم چیکار میکنه. خب برمیگرده خودش اتوماتیک بار به رینگ. اینم ضربه کیک از آندراده بر روی الماگو. خب یه ضربه بوت هم اینجا نثارش میکنه. متاسفانه لول این بازی خیلی دیگه شل داره پیش میره. خب اینجا یه ضربه چاپ میذاره دوباره تو سینه الماگو آندراده. ببینیم در ادامه کار چه میکنه. و خب اینجا ضربهش نتونه سر و سرمون بزنه. اینم اون ضربه کیک از آندراده بر روی الماگو جونیور. و خوب اوه دادم جان با ضربه وکلبو میره اینجا تو دماغ الماگو جونیور. حالا کاور یک دو و نه تسلیم نیستش اینجا الماگو. خب ببینیم حالا در ادامه کار چیکار میکنه آندراده با الماگو جونیور. خب میره برای تمام کردن کار الماگو توی این مسابقه آندراده. ببینیم چیکار میکنه. و خب بله میره برای زدن حرکت همه لاک دیدیتی، همه لاک دیدیتی از آندراده بر روی الماگو. حالا کاور یک دو و سه، بله کار تمام میشه به نفع آندراده سی ان الماس. اینم یکی از راحت ترین و بی ارزش ترین و شاید میشه گفت مزخرف ترین مسابقه این شو بوده تا به الان. خب بله شاهد خوشحالی بعد گل آندراده هستیم در این مسابقه. خب ببینیم اینجا چی شده، یا خدا حمله میکنه حالا اینجا به الماگو جونیور بعد مسابقه آندراده. نه خیر ولکن معامله هم نیست اینجا آندراده. بله اینم از حمله آندراده به الماگو جونیور بعد مسابقه، رحم نمیکنه به این مادر مرده. خب بچه‌ها این ویدیو هم تموم شد. مرسی از اینکه تا اینجا کار با ما همراه بودین و این ویدیو رو نگاه کردین. لطفاً اگه دیدن این ویدیو لذت بردین حتما اونو لایک کنین. و در ضمن یادتونم نره اگه جدید هستین حتما کانال یوتیوب منو ساب بکنین و اونو به اشتراک بذارین. و همینطور از این ویدیو هم حتما حمایت بکنین. ممنون که تا اینجا کار با ما همراه بودین. روز روزگارتون خوش. تا ویدیوی بعدی هم پیس اوت سیرو فام.